بله، سلام علیکم. به عزت شم ما ادامه میدیم. صفحه ملخیم، ببخشید، ما در ملخیم الف هستیم، پرک خط، صفحه اینجا نون خط هست. ملخیم الف پرک خط پاسوق مم دلت. گفتیم که شروع میکنه بعد از افتتاح بیت المقدس شلوم ملخ، مردم را که برخه کرد دست به تفیلا برمیداره و از خشم میتبرخ تفیلا رو تقاضا میکنه که یه از این خونه ای که من ساختم برای تو نمیدم مکان صلح و صفا باشه، مکانی باشه که هر کس بیاد تفیلا بخونه حاجتش را بدی. و تفیلای دیگه هم میخونه نمیدم بهشون تقاضاشون رو پرداخت کنی و اینا. پس اون مهم داله وسط همون تفیلا خوندنش میگه کی یپه امی خانم این خمال اویبو، اگه هم خواست شلوم جنگ شد و اومدن بیرون قوم تو برای جنگیدن بر دشمنش، اشیر با حربا نبراشید و دل خشیر تیش رحم به راهی که اونها را تو میفرستید و هیت پللو ال ادونای درخ عیر اشیر بخرت با و تفیلا بخونن به نزد هشه میتبارخ از طریق شهری که تو انتخابش کردی، یعنی رو به یروشلیم تفیلا بخونن و هبایت اشیر بنی تیلیش میخوا و به سوی خانهی که برای نام تو من ساختم. از اون که اگر خواستشان خواستم برن در میلخما بر سر دشمنشون و به سوی تو، به سوی شهری که تو انتخاب کردی و به سوی خونهی که من برای نام تو ساختم تفیلا خوندم، بله راشی میگه در خیر و نیم دستد یروشلای. یه نگاه کن از اینجا یاد میگیریم این حلقه را که آدم وقتی تفیلم بخونه باید روش را برگردونه به سوی یروشلای هم چه که هست. و در ضمن از اینجا هم یاد میگیریم که تمام تفیله ها حرفی که باشن جمع میشن میان از طریق شهر یروشلای و به تمکیداش میرن بالا تو شمایه. ببینید چی میگه؟ یه وید پللو لشم تفیلا بخونم به سوی شم در خیر، یعنی از طریق اون شهر. یه ما معنی میکنیم اینجا به سوی اون، یعنی میتونه برگردونم به سوی اون شهر تفیلا بخونم، ولی درخ یه معنی دیگه هم داره، یعنی از طریقه. منظوری که اگه بخواییم درستش کنیم منظور اینجوری میشه که هر تفیلایی که آدم میخونه به سوی شم میاد از طریق از راه شهر یروشلیم میره تو شمایی تفیلا. این درخ اگر پسوقه بعدی ممکه میفرماید و وقتی به سوی تو تفیلا خوندن شمعت ها شمایی ات تفیلتم و ات تخینتم و اصیتم مشپتم و ای خدایی که در شمایی هستی بشنو تفیلاشون را و التماسشون را و اون تقاضا به اصطلاح اون قضاوتشون را انجام بده براشون. ممهی معنی میکنه به اصیت هم مشپتم، یعنی مشپتشون را براشون انجام بده. یعنی چی مشپتشون انجام بده؟ راشی میفرماید نکمتم به اویوهم، انتقامشون را از دشمنانشون بگیر براشون. یعنی وقتی این تفیلا میکنم در بیه تو خودت نقاماشون رو از دشمنانشون بگی. بله پاسخ بعدی میفرماید کی یه حتو لخ، اگر خطا کردن به درگاهت، یعنی اگر طوری شد که از روشنم دشمنان اسرائیل خواست شنم
یعنی گفته ایلا آخر خوش شدم اومدن اشتباه کردم، یک خطایی کردم به درگاهت. چرا؟ که این آدم اشیل روی خطا، اون انسانی نیست که خطا نکنه، انسانه. و انف تبام و اتبانی شدی از دستشون اون تتم لیفنه اویو و اونها را گذاشتی جلوی دشمن که خواست کنم دشمن بیاد و شبوم شبه هم ال ارت اویو و به اسارت بردن اون اسیرگیرانشون، یعنی اون گویما اومدن خواست کنم اینها را به اسارت بردن ال ارت اویو به سرزمین دشمن رخوکا او کروبا، حالا یا دور یا نزدیک بردن به کشور خودش. بله اینجا مسودت داوی نیستی جالبه میگه، میگه این که این آدم آدمی نیست که خطا نکنه، میگه منظورش اینه خطن و مرد که این این با هم آدم اشر لوی خطا بیشتر لحگین هو از کولم و از بوده ایت انفام. یه منظورش اینه که اینها تو جمعیت خودشون آدمی را نداشتن که خطا نکرده باشه و زخوتش ماگنشون بشه، واسه همین تو عصبانی شدی و خسته شلو میدیو شد. پسوق بعدی ممزعین فرماید بهشیب و ال لیبام با آرز اشیر نشبوشم، یعنی اونها برگشتن تشوها کردن در قلب خودشون در اون کشوری که به استعارت برده شدن اونجا شبو و هننو الیخا و برگشتن تشوها کردن و التماس کردن به سوی تو به ارز شبه هم در همون کشور در همون سرزمینی که این اسیرگیران اینها را به اسیری بردن اونجا لمور اومدن تشوها کردن گفتن ما چه اشتباهی کردیم خطا کردیم این بستنمون اومد و اومدن به تو همچین تفیلایی خوندن گفتن بهت خطانو و هعوینو و شعنو خطا کردیم آوون کردیم ریشعود کردیم رشعی کردیم. اگر همچین چیزی اومدن به درگیرت گفتن پس اون بعدی ممخیر به شبو الیخا به خود لبابم و خود نفشم و برگشتن به سوی تو با تمام قلب و با تمام جانشون به ارز اوی به هم اشیر شبو اتم در سرزمین دشمنانشون که اونها را به اسارت برده بودن اونجا ویتپللو الیخا درخ ارتم اشیر نتتر اوتم و تفیلا خوندن به سوی تو به طرف اون سرزمینی که تو دادی به پدرانشون، یعنی رو کردن رو به طرف ارض اسرائیل و اونجا به طرف ارض نکودش تفیلا خوندن حعیر اشیر بحرتا، یعنی به سوی خونهی که تو انتخاب کردی منظورش به سوی به تمیشه داشت تفیلا خوندن و حبایت اشیر بنیتی نشمخا و به سوی اون خونه ای که من برای نام تو ساختم به تمیز داشت. اگر اینطور کردن باز هم همینطور پسوق بعدی و شماعتا از شمایی نخون چیبتخا ای خدایی که در عرش آسمان ها در مکان مثلا جلوس خودت تو قرار داری بشنو ات تفیلتم و تحینتم تفیلا و التماسشون را بشنو و اسیتم مشبتم و قضاوت اونها را انجام بده، اون چیزی که به طرف باید برسون بکنی بکن، از دشمنانشون هم چی؟ اینجا مثل داوید میگه همین هم میگه یعنی کم اوی به هم از دشمنانشون انتقام بگیر
که بشناسن شلو تو بین هشم اخبادت اولام ال اسرائیل. یعنی چرا میگه انتقام بگیر از دشمنانشون؟ برای اینکه دشمنان اسرائیل بفهمن که هشم خوشش نمیاد که سنگین کنن قولشون را بر سر بر دوش قوم اسرائیل. بفهمند که هشم خوشش نمیاد که اینها دارن اسرائیل ها را اذیت میکنن. بس همین نگاه بله یعنی مکان سکونت تو مکان شیفتخام مکان سکونت یعنی مزور در معباد در این عرش آسمان ها از اونجا تفکرشون را بشنو و اصلیت هم میشپتم نقاما و انتقامشون از گویم ها بگیر. اینجا به صورت داوید میگه چرا بگیر؟ برای اینکه این گویم ها بفهمند که هشم خوشش نمیاد کسی اسرائیل ها را اذیت کنه. پسوق نون به سلخ در امیخا اشر خط اولخ و ببخش قومت را که به تو خطا کردن اول خل پیش اهم اشر فش اوبخ و همچنین تمام تقصیرهاشون را که به تو تقصیری به صلاح تقصیر کردن ببخش. اون تتم لرحمیم بفنه شوهن و ریحموم و بنداز تو دل اون اسیرگیرانشون اونایی که اینا رو به اسیری گرفتن بنداز تو دلشون رحم و مروت و اونها رحم کنن بهشون. یعنی اون اسیرگیرها رحم کنن به قوم اسرائیل. بله اینجا مثل داوید میگه اون ترکم نرحمیم یعنی رحم بده بهشون. یعنی به کیا؟ به گویم ها. به اون گویم ها که این را از دیر بردن رحم بده تو دلشون. میگه چجوری؟ همه شدین کن بهن نه که قبلش گفت انتقام سینا از اونا بگیر. میگه توسط این انتقامی که ازشون میگیری اینها بفهمن گویم ها بفهمن که شایسته است که رحم کنن به اسرائیل ها و بیان و رحم کنن و این کار رو بکنن و رحم کنن. یعنی ببینن که نه هشم داره انتقامشون رو میگیره. بگه نه بگن پس کدایی نیست بهتره به اینا ما رحم کنیم که خدای اینها هم به ما غضب نکنه به ما رحم کنه. پسوقه بعدی نون علیه ای امیخا و محلتخا هم چون اینها قوم تو و سهمیه تو هستن اشیر حطه تمام اسرائیم که اینها را تو خارج کردی از مصر میتوخ کورها برزن از توی تنور مثلا تنور آهن تنور که کورها برزن مزرود مثل چیزی که مثلا آهن رو میندازن اون تو کورهی که بندازن اون تو گداخته بشه همه با هم قاطی بشه. مثلا انواع اصلا من شنیدم اینه که جمع میکنن آهن جمع میکنن اینا رو بعدا آب میکنن بعد اینا رو نمیدونم به صورت شمش در میارن چیزی در میارن نمیدونم ولی این چیزی آب میکنن یه کوره مخصوص دارن که مثل فلزات و اینا را میدازن اون تو همه با هم آب میشن ولی با هم قطعی هم میشن. یه این تو اینها را خارج کردی و اینها را از کور هم برزر از این تنور گداخته آتش که مثلا قرار بود خست بشن اینا این تو ممکن بود اینا مزمحل بشن اینا هم آب بشن تو گویما برن خصوصا از اونجا تو اینا رو آوردی بیرون به اونا رحم کن. نون الف می فرماید کورها برزن می فرماید قرستیم که مزککین با زهر که روی کور. میگه
اصطلاح کوره هایی که توش طلا را اصطلاح صرافی میکنن، توش طلا را خالص میکنن، به اونها میگن کور، یعنی اصطلاح کوره مخصوص. میدونی که طلا را چجوری نشینن ندیدن، کوره های مخصوص دارن مثل طلا، از طلا را میدازن توش که آتشه ناخالصیش جدا بشه ازش، این ناخالصیه که ازش کنار میمونه بهش میگن چی؟ نه اون به اون ناخالصی ها به اونا میگن قال، قال شدید؟ از اونجا این اصطلاح درست شده فلانی را قال گذاشتم. بله؟ من برای طلا شنیده بودم. خب این بعد یک چیزه دوتاش میخوان ناخالصی ها را مثلا بذارن این خالصه را که جدا شده بردارن، یعنی این را قال گذاشتن، این را مثلا باقی گذاشتن. از اونجا این اصطلاح در اومده که آقا ما را تو قال گذاشتی اینجا، یعنی ما ناخالصی بودیم، تو خالص تو رفتی ما را اینجا کاشتی. بله فرمید نون آلش هم خوندیم، حالا نون به لیهیوت اینه خفت و خود ایل تخینت عبدخا و ایل تخینت عمیخ اسرائیل، که چشمانت گشاده و باز باشه همیشه به التماس غلامت و به سوی التماس قومت اسرائیل، نشمو علیهم که اونها را بشنوی، به خول قرآن الیخا در هر باری که اونها به سوی تو صدا میکنن. منبت نداریم. بله بله نون گیمل دی اتا هیف دلتم لخل نخلا، چرا من اینقدر التماس میکنم که قومت اسرائیل را محل بهشون بذاری، تفیلهاشون را گوش کنی، هر بار حالا چه آدم تکی چه جماعتی به درگاه تکی تشکیز خوندن تو اونها را اجابت کنی، چون اینها را تو جدا کردی برای خودت به عنوان سهمیه تو باشن. اینها یه قوم معمولی نیست که بگی مثلا خب این هم یکی مثل اون یکی ها چه فرقی دارن این هم با اون هم میگه نه هی ابتا هیو دلتم لخل نخله، چون تو اونها رو جدا کردی برای خودت به عنوان نخله، اینها رو سوا کردی تو میکل امه هارت، از تمام قوم های روی زمین اینها رو تو برای خودت سوا کردی. حالا میره جهب دید میوه فروشی میوه رو سوا میکنه، اونایی که میخواد رو برمیداره. سلام علیکم یه اونا رو برای خود سوا کردی از تمام قومای اسرائیل، از قومای روی زمین که اشهر دیبر طبیعت موشه عبده خواه، همونطور که صحبت کردی در دست موشه قلامت به اوتیخه از اوتینو میمیتاییم ادونای الوهیم، همونطور که ای خدایی که وقتی خارج کردی پدران ما را از مصر، ای خدای به صلاح تمامگر، خدای جهان، خالق کل. پس اون بعدی نون داله و تا اینجا تفیله یکی بود شلومو، تا اینجا تفیلهاش طول کشید، تفیله خون به درگاهش میتبره، هر با اینا به سوی تو تفیله خوندن، تفیلهاشون رو گوش کن، اگه تو جنگ بودن تفیلهاشون رو گوش کن، از تو خواستن، اگر خواستشان خطا کردن رفتن به گالوت، تو گالوت برگشتن تشکوبه کردن به راه تو برگشتن، از تو تقاضا کردن تفیلهاشون رو گوش کن، انتقام از
دشمنانشون بگیر، همه اینها گفت تموم شد، تمام تفیلهاش زو فهمه تازه نون دلت و یهی که خلوت شلومون اتفلل الادونای واقع شد وقتی که تمام کرد شلومو تفیلا خوندن را به سوی هشم اتکل تفیلا و تخینا ازود تمام این تفیلا و التماس را که الان اینجا نوشتیم وقتی که وقتی شلومو تموم کرد همه اینها را دام میلیکنه میزبخ ادونای میکنو عال بیرکاو تا الان اگه ازون باشه قبل از اینکه بخواد شروع کنه تفیلا بخونه زانو زد به درگاه هشم اتبرخ به حضور هشم رو زانواش نشد لیکرو کرد این زانواش کریا کرد تمام این تفیلا را به حالت کریا خون به حالت روزانو نشسته بود خون حالا میگه وقتی که تموم کرد تفیلا را به سوی هشم و تفیلا و استغاثش را تموم کرد بلند شد از جلوی قربانگاه هشم از زانو زدنش روی زانواش بلند شد به کفار به روسوت هشماییم و دستانش کف دستانش تهن بود به صورت به طرف آسمان نون دلت نون دلت نداریم نداریم بله نه اون جان اون متولد داویده متولد داوید میگه میکروا میمش یک کره هم که توضیح دادم از همون زانو زدنی که زانو زده بود موقع تفیله بلند شد نون هی پسوق نون هی میفهمید و یعمد و یواره خطکل خیحل اسرائیل ایستاد شلوم الملک و براخر کرد تمام جماعت اسرائیل را قول گدول لمور با صدای بلند براخرشون کرد و این چنین گفت بهشون چی گفت؟ نون واب بروخ ادونای اشیر نتن منو حال امو اسرائیل آفرین بر خداوندی که منوخا داد به قومش اسرائیل که خونش دیبر و طبق همون چیزی که سخن گفته بود لو نفل دوار احاد نکل دوارو حتوب نیفتاد حتی یک کلام از کلام خوبی که گفته بود هیچ چیز قلم از قلم ننداخت هشم که گفته من بهتون این خوبی ها رو میکنم اینجوری میکنم میگه آفرین باشه بر هشم اتبرخ که گفته بود من شما رو میارم به ارث اسرائیل ال همنوحا ال نخلا و ال منوخا به تحمیه خودتون میارم و به منوخا میارم شما را به حالت یعنی منوخا منظورش به تمجداش را که آباد کنم شما به منوخا میرسید الان داره میگه آفرین بر خدایی که منوخا را به قومش داد همونطور که قول داده بود همونطور که گفته بود لو نفل دوار خند میکرده و رو اتو هیچ چیزی از قدم نیفتاد از کلام خوبی که به قومش گفته بود از شیر دیبر بیاد موشه عبدو که توسط موشه غلامش گفته بود هیچ چیز رو از قلم ننداخت نه اون حالا اینجا راشی شاید جواب شما رو بده راشی میگه نونواب یک که خلا شیر دیبر همونطور که گفته بود میپرسه راشی و هیخن دیبر کجا گفته؟ کجا همچین حرفی زده؟ یه اینجا و هنیخ لخم میکل اوی بخم اونجا که تو سفر دواری میگه اشمیل فرخ و موشه وقتی که من شما را آوردم و براتون به تمیزش داختم و هنیخ لخم میکل اوی بخم من به صورت شما را آرامش میدم میبخشم شما را آرام میکنم آرامش میدم بهتون از دست تمام دشمنانتون دیگه راحت باشید از دست تمام دشمنانتون یا اونجا یه همچین قولی داد این منظورش به منوخاست نه به چی یه شما فرمودید این سهمیه اون که شما میگید
نه ایشون میگن بگو همون قولی که به ابراهام داد. قولی که به ابراهام داد نخلا بود. من اینجا را نخلا میدم، سهمیه میدم به نگفت منوخا. منوخا را که میارمشون به نخلا و میارمشون به منوخا. یعنی به حالت آسوده، که آسوده باشن، دیگه راحت بشن. دیگه کجا همچین چیزی گفت منوخا؟ اون نخلا را در مورد ابراهام بود. ولی کجا گفت به موشه؟ اینا رو میارم به حالت منوخا، میگه اینجا که برگشته بود گفته به هنیخ لخم، هنیخ از لفظ منوخا میاد، یعنی به شما آرامش میدم از دست تمام دشمنان. اونم کی؟ وقتی به تمش داشت تخصیص میگه اینه او خشم الله نشم دیگه ساخت همچین زخوتی به ما داد و اینجا را ساختیم، یه هشم قول هشم هم انجام داد، به هم نخلا داشتیم الان هم دیگه منوخا داریم. ما الان این راجعه به تمیق داشت میگیم آقا به تمیق داشت، وقتی به تمیق داشت سخت شد منوخا داشت. به عزت هاشم آدم خواهیم داشت میرم عجله داشت میرم یا؟ بذات الشم و شمید برخ دیگه یومار دایل اسکل تلقن و هر سلطر ماشیح همون دیگه میاره. بذات الشم یه مدت میگفتن ماشیح پشت دره دیگه، حالا دیگه از پشت دره هم دیگه گذشته. بعضی ها میگن دیگه میشه از لای در یه کفشش هم دید. پسوق بعدی یه نون زین یه آفرین بر خدایی که هیچ کدوم از قولاش زمین نیفتاد، هر چی گفت انجام داد. نوزین میفرماید یهی ادونای روحنو ایمانو کشیر حیائیم اوتنو، اون خدای خالق ما با ما باشه همونطور که با پدران ما بود. علی از رنو ولی تشنو، ما را ترک نکنه و ما را به سر رها نکنه. نون خیر فرماید نون زعین که خوندی توی متودت داوید میگه یعنی چی؟ همونطور که با پدران ما بود ایما بود هنو، میگه منظورش به کیه با پدران ما؟ هم همشه دورم ایدبار، منظورش به آدم های دورم ایدباره، اونا پدران ما بودن. شهیتش خینا شورا ایما هم بیت میدود، شهیتشخینا همیشه با اونها شروعی بود بر سرشون، یعنی همونطور که برای اونها همیشه 24 ساعته شروعی بود شخینا برای اونها دور میدبار، همونطور هم با ما باشه. نونخط میفرماید پسو لحطوت لبابین و الاف کشم به چرخونه قلب ما را به طرف خودش، للخط به خود درخم که بریم به تمام راهاش، به لشمور میتبوتاو و حقاو و میشبوتاو و نگه داریم میسواهاش را و قانونها و قضاوتهاش را. میدونید این بارها گفتیم سه جور میسوا داریم، یه عده از میسوا بهش میگن میسبوت، بعضی دیگه بهش میگن حکیم، بعضی ها بهش میگن میشپتیم. خب میسوا یعنی میسوایی که مثلا شما یه دلیل میتونید براش پیدا کنید. میدونید این برمان مثلا چرا میسوایی که بود ابراهیم داده؟ برای اینکه بالاخره تو حق شناسی داری بهشون، مثلا به اونها تو
به دنیا آوردن، تو را بزرگ کردن. این ها لحاظ دیل، حتی گویم هم میتونن بفهمن. یک دلیلی چیزی میتونیم براش پیدا کنیم. این ها رو میگم میتوت. حالا میتوت ها خودشون دو قسمت هم. میتوت بین آدم و هم نوع و میتوت بین انسان و هشه. یه عده دیگر، یه دسته دیگر از میتوت هستن به اینا میگن حقین. حق مثل چی؟ مثل خوکمین فرادوما. مثل فرادوما خوکه. خوک یعنی قانون. قانون بدون چون و چرا، بدون ظاهرن، بدون دلیل. دلیلی براش نگفت. مثلا فرادوما دلیل نگفت. یا چیزایی دیگه مثلا این خوکه. هرچی میتونه اختلاع دیده که مثلا اینجا دلیلش را آشکار نکنه. مطلقا که دلیل داره. ولی یه جایی هشم اینجا را پوشونده. به این هم میگن خوک. یه سری هم هست از میتونه ها بهش میگن میشپاد. اونا چیزایی که بین آدم و هم نوعشه. یعنی قضاوت. چیزایی که بین هم میگن. اگه یک نفر مثلا یه شکر از فلانی گرفت، نمیدونم بعد باید انگه باید پس بده اومدیم مگه خدا بزن. نه ریشو این کاغذ بده تو مگه فن گرمش بودم. این به اینا میگم میشپتیم. میشپتیم چیزای قانونیه. نه قانونی. چیزای قضایی. چیزای قضایی. علم میشپتیم. اشرتتیم نیسته. نزو این چیزا. به اینا میگم میشپتیم. میتروت. خوکیم. میشپتیم. یه تمام اینا برای چیه؟ که شما را آوردن برای نخلا و اینها و به منوخا برای اینکه راحت باشید. به راحتی بتونید بشینید سر با فکر آسوده و دل شاد بشین مشغول میتروت خوبی و میشپتی میباشید که از شمید برخ به پدران ما قول داده. بله میترمانید نون شد نون تد نون تد می فرماید ویهیو دوانای اله. این است که ما توی شباس هم می خونیم قبل از موسا. ویهیو دوانای اله اشهر این کنم گریفتی ادونای کروویم ادونای الوهین و یومام و لیلا. باشن این سخنانی که الان من التماس کردم اونها را به درگاهش می دبارخ، اینها نزدیک باشن به هشمید بارخ و هشم خدای خالق ما روز و شب. یعنی این چیزایی که گفتم در درگاه هشم همیشه جلوی چشمش باشه و همیشه اینها را مد نظر داشته باشه هشمید بارخ. این چیزایی که من تفیدا خوندم. بله لعصد مشبت عبدو و مشبت امو اسرائیل دوار یوم بیومو که از شمید وقت این همه مده نظر داشته باشه که اون قضاوت غلامش و قضاوت قومش اسرائیل را هر روز به روز براشون انجام بده. اون چیزایی که براشون لازمه. اینجا رشی توضیح میده نونته لعصد مشبت عبدو مشبت امو، یعنی چی؟ که انجام بده میشپات و قضاوت غلامش و قضاوت قومش. لیتبوع البنام میاد اویر، یعنی چی؟ هشم قضاوت بکنه قضاوت قومش را. یعنی چی؟ یه کسی اینها را لعلیف کرد، کسی اینها را اخانت کرد به قوم اسرائیل، هشم تقاصش را پس بگیره ازشون. از تمام کسایی که اسرائیل ها را اذیت میکنن، اسرائیل ها را اخانت میکنن بهشون، توهین میکنن بهشون،
هشم جوابشون رو بده. هشم ایدگاه رو خیلی تپل کنه به همه شون. به جای اینکه اسرائیل ها ازدوشن، هشم خودش بزنه به کمر همه دشمن های اسرائیل. همه شون را مثل یک بخار بفرسته برن. دیگه هم برنگردن. و این نیه. تمام اینه که من تفیل خونم همیشه جلو چشم هشم باشه. هشم یک لحظه هم فراموش نکنه. و یومام و لیلا روز و شب جلوی چشم هشم باشه که چی؟ که چی جلوی هشم باشه؟ این تفیلهایی که من خوندم جلوی مد نظر هشم همیشه باشه روز و شب که چی بشه؟ لعصات میشپت عبدو میشپت عمو اسرائیل که هشم نقاماشون رو بگیره، هشم تقاس اسرائیل رو از دشمنانشون و از کسانی که اذیتشون میکنن بگیره. هم اذیت کردن اسرائیل را و هنوز هم دارن میکنن. هشم تقاس همه اسرائیل را تک تک از همه اذیت کنندگانشون بگیره. و این تفلایی شنو معامله خیلی ما نگفتیم، شنو ما گفتیم. اونم کجا گفته؟ اینم جلوی بتمیشگاهش که خودش آباد کرده گفته. از خود همین الان تمام دشمنان اسرائیل را هشم تقاس ازشون بگیره. بله بزرد هشم راشی میگه لیتبو و البونم یه رعویر، یعنی اون البونشون و اون اهانتشون را که بهشون شده هشم تقاسش از دست دشمن بگیره ازش. دامش لمعن تمام این کارا بکنه هشم برای چی؟ لمعن دعت کل امه هارت که ادونای هوها الوهیم این اد، به خاطر اینکه تمام قومهای دنیا بدونن که هشم اون خالقه، نه هیچ کس دیگه، هیچ قدرت دیگه نه، فقط هشم قادر مطلقه، اون خدای اصلیه. این کارا رو بکنه که همه دنیا بفهمن. سامخ نداریم، رشی نداریم. سامخ الف و حیال وقخم شلم ایم ادونای الوهینو. حالا رو میکنه شلم عمله به تمام اسرائیل ها. میگه و شما باید قلبتون کامل باشه با خدای خالقتون، با خدای خالقمون. که چی؟ یعنی شما هم باید از طرف خودتون شما باید کامل باشید. برای اینکه هشم ایدباخ براتون این کار رو بکنه شما هم باید مثلا وظیفه خودتون رو انجام بدید. قلبتون کامل باشه با خدای خالقمون. لالخت به حقاب و لشمان میتوتاب کیوم هزه. مثل همین امروز. چطور همتون یک دل و یک زبان هستید و همه شما قلبتون با هشمه؟ مثل همین امروز همیشه قلبهاتون با هشم ایدبارخ کامل باشه و برید به راه هشم ایدبارخ. للخت به حقاب در قانونهاش دیر کنید و لشمار میتوتاو و میتوهاش را نگه دارید. قیوم از این نفت همین بود. پسوق بعدی سمخ بید و همه لخ حالا تمام این را گفت همون شد و همه لخ به خود اسرائیل ایمو زبحیم زبخ نفنه ارونای. حالا پسوق میفرماید و پادشاه و تمام اسرائیل قومش شروع کردن داشتن شحیطا میکردن، شحیطاها زباخیم قربانیها به درگاه هشم. بله that's good, I know you don't want to work on it.
פסוק הבעלי, ויזמח גימן, ויזבח שלמה את זבח השלמים, אשר זבח לאדוני בקר 22,000, וצאן 120,000, ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. אני במינים על הצ'אנצ'ו. יהיה זבח כעד שלמה, זבח שלמים. אז אני קורבני סלמתי, בזבח כעד ברוי השם יתברך, בקר, יעני גב, 22,000, בסטודו הזאת. תודה שהסבירה עוד שמה? יש 22,000. יסודו עזרת אגב. וצון 120,000. והגוסמן תדו ביס הזר. תדו ביס הזרת הגוסמן. ביסודו עזרת אגב. בדרגי השם זף כזם. ויחנכו ואפתח כזם. خانه خدا را پادشاه و تمام بنی اسرائیل رشی نداری 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 خب سامخ بله می فرماید و یوم ها هو قدش هم ملش ات توخ خطر اشر لفنه بیت ادونای היא עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים עם מזבח הנחושת אשר לפני אדוני קטון להכין את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. ידרון רוז תקדיס כעד פודשה דרון חיות רע, דרון חצר רע כג'ולוי خانه هشم بود. چرا اونجا رو تقدیس کرد؟ که اصلا شم از اولا، چون اونجا اولا قربانی اولا را به صراح انجام داد به تمینخه و اون هدیهی که تقدیم کرد به درگاه هشم آورد و همچنین از خلوه شلمیم یعنی اون پیه قربانی های شلمیم و اونجا تقدیم کرد. چرا اونا را آورد تو خطر تقدیم کرد که میزبخ نخوشت چون اینا را باید میبارد تو میزبخ نخوشت چرا آورد توی حیات اونجا تقدیم کرد بگه چون میزبخ از بس زیاد بودن این قربانی ها راست. اون قربانی مسی که لفنه هشم بود در حضور هشم بود کتون مهخیل ات اولا و ات منخا یعنی کوچکتر از این بود که همه را جا بده تو خودش تمام اولاها و تمام منخا و هدیه ها را که آورده بودن و همچنین تمام پیو چربی های شلمیم را جا نمی گرفت اونجا مجبور بود که بیا تو خطه تقدیم کنه و همین خطه را تقدیس کرد فرماید لامه سامش درده تسکیم نه؟ سامش جا؟ راشی ایدهش همیلر به قدوشت همیزویه یعنی قدوشای میزویه را هم آورد تقدیس کرد به همون قدوشای میزویه را داد به تو خطر که خطر هم قدوشای میزویه داشته باشه توخ خطر کجاست؟ توی خطر رسفت خطر اکوانیم منظورش به کف خیات کوهنیم بود. چرا این کار کرد؟ که اصلا شام اله رسفت هایی چون مجبور بود بیاره روی کف زمین خیات اونجا این کار رو کنه پس کف زمینش را همون قدوشای میزه خودش داشت
מזבח הנחושת, יעני ג'י קורבנגו המתי, אשר עשה שלמה, און קורבנגו היא כשלמה דורס כדו, כמו שנאמר בדברי הימים, אנחנו שכתה כתה בדברי הימים, נרשתה, כי מזבח הנחושת אשר עשה שלמה, מזבח הנחושת רע, שלמה דורס כדו, רצה לומר, מזבור שינה, מזבח אבנים, מזבח אבנים, כן, תחת מזבח נחושת שעשה משה במדבר. יהיה מנזור השני, מזבח הנחושת כדאו ודינג'ה, אחר, יהיה מזבח הנחושת המושת ונגבר דורס כדאו. יהיה אינג'ה עומד מזבח אבנים עשתיים דורס כד, בג'ה יהיה מזבח נחושת כמושת על נגבר דורס כדאו. קטון מאכיל, יהיה כמתן הזימבות כג'ו בגילה, היה קטן מלהחזיק כל הקורבנות המרובים. קוצ'יקטן הזו נבות כתמם הקורבני הוי, זיועד רעת חודש ג'ו בגילה. משה, עושה, מרובים, זה אם זה בהם, מי נכונה? یه چیزی زنبر کمه موشه او خیرتا مگیه لخش بان اما اون میگن اولو اوز زنشن اوانیم گدول میشه موشه میگن یک کن یه میزرخ اوانیم داریم یه میزرخ نخوشت که موشه ساخته بود اگه وقتی حساب بکنی حساب اموت را بکنی یعنی چند اموت این بود چند اموت اون بود و حساب این رو بکنید که چقدر چند تا دونه اولا آوردن اینجا و چند تا اونجا آوردن وقتی این حساب رو بکنی میبینی که چی؟ زشل اوانیم گدول میشل موشه این مزبیخ اوانیمی که اینجا درست کرد بزرگتر از من موشه بود چه مزبیخ موشه مکام معرخ دو راشی دوستانیم راشی شدار طول کشید باید از من که مزبیخ موشه مکم ارختو اما ال اما وزهو یه مکم ارختو 24 ال 24 این شورانیه میذاریمش این پاسوها به نظر هفته بعد که استادم معتن نشن باز خدمه ندارم آمین آمین بخواهمه